ازت هشم ادامه فراز و که برای خروج از مصر بنابر اسرائیل اتفاق افتاد و مجزاتی که در مصر اتفاق افتاد خب ما جلسه گذشته توضیح دادیم گفتیم ده ضربت بر مصریا وارد شد تا ضربه تگرگ توضیح دادیم که توضیح دادیم مشنبنو به پرو گفتن که تگرگی در مصر میاد که تا به حال همچین تگرگی در دنیا نیامده و اگه میخوای حیوانات تو نمیرن بیا ما اونها را به داخل خونه ببر و خیلی از مصری که از گفتار هشم ترسیدن اومدن و گله و رمه و اسبای خودشون در داخل خونه بردن که توسط این تگرگا آسیب نبینن که متاسفانه همین مورد باعث شد که اسبهایی که مصری داشتن و از خدا اونجا ترسیدن زنده بمونه و اون که اسرائیل از مصر بیرون رفتن همینا بودن که اومدن و اسباشون دادن که مصری ها سوار اونا بشن و دنبال ملت اسرائیل به حرکت بیان خب پس تگرگ میاد کتاب ها نبوده و این تگرگ طبق توضیح میدراش داخلش آتش بوده و بیرون با یخ پوشیده شده بوده و این معجزه بوده که به این شکل اتفاق میفته که مشربنو میان خط یا روی دیوار علامت میذارن و به پرو میگن وقتی که <applause> آفتاب به این علامت رسید تگرگ شروع میشه و فردای صبح که هوا روشن بوده و آفتابی بوده وقتی که خورشید به اون علامتی که مشرب به گذاشته بودن میرسه فورا هوا ابری میشه و این تگرگ میاد که گفتیم صدای رعد و برقی که اتفاق میفته از خود تگرگا برای پر او بیشتر ترس داشته که به این شکل نشون بده که چطور تو صدای رعد و که یکی از آفریده های عقادش بارخوه نمیتونی تحمل بکنی و از اون میترسی صدر البته از گفتار عقادش از خود عقادش آخر اخت کما و کما که چقدر باید ترس پر او را فرا بگیره و گفتیم توضیح دادیم بعد از اینکه میاد پر او از مشرب درخواست میکنه که تفیلا بخونن که این تگرگ قطع بشه حتی تگرگایی که تو آسمون باقی مونده بودن اونا پایین نمیان و به خاطر تفیلای مشرب و چهل و یک سال بعد در دوره یه وقتی یه با دشمناش میجنگیده این تگرگ بر سر دشمنان میومده و به این شکل دشمنان اون موقع یعنی چهل و یک سال بعد تو دوره یه که جانشین مشربنو شدن به این شکل توسط این تگرگاه از بین رفتن خب این تگرگا تقریبا تمام محصولات مصریه از بین بردن به غیر از گندم و جو که اونا باقیمون در ضربات بعدی که قرار بود بر مصری ها وارد بشه خب ضربه هشتم ضربه ملخ بوده اربه که طبق یه توضیح این ضربه بر مصری ها وارد شد به خاطر اینکه مصری ها اومدن گفتن مبادا تعداد اسرائیل زیاد بشه حق خودش هم خودم گفت کن به همین طور من را زیاد میکنم و اربه یعنی زیاد کردن معنی دیگه یه ملخ میده و خب میدونید موقعی که مشرب بنو اختار ضربه ملخ را به پرو و غلامانش میدن میان خیلی از غلامای پرو خیلی از خدمتکاراش میان و به پرو میگن که چقدر باید بلا سر ما بیاد و تمام صحبت هایی که مشرب بنو گفتن اینا اتفاق داره میفته و بیا و اونها را بفرست که برن پر او راضی میشه که بیاد مشربنو و اینا را بفرسته و از مشربنو میپرسه چه کسانی میخوان برن مشربنو میگن پیر تا جوان پسران دختران گوسفندان گاو و همه گنده و رمه و ثروتی که هست ما با خودمون میخوایم ببریم اینجا پر او میگه خب بچه ها رو برای چی میخواید ببرید آیا طریقتش که بچه ها راه سه روزه بیان و قربانی تقدیم بکنن اینا تو پرانتز بگم خدمتتون وقتی که مشربنو با پرو صحبت میکردن که ما از مصر میخوایم بریم بیرون و راه سه روزه بریم این راه سه روزه به چه معناست دو تا توضیح داره یکی این که این راه سه روزه اگه ما تو نقشه را ببینیم از مصر تا سرزمین مقدس سه روز, سه روز راه بوده اگه مستقیم وارد سرزمین مقدس می شدن سه روز, سه روز راه بوده و به این شک به خاطر این مشرب میان و لفظ سه روز به کار میبرن و یه توضیح دیگه این که مخصوصا سه روز به کار برده می شده که پرو به خودش فکر بکنه که اینا برمیگردن و بیشتر ب... راضی بشه که بخواد اسرائیل ها را بیاد و از مصر بیرون بکنه خب در نهایت پرو قبول نمی کنه میگه طریقتش نیست که بچه ها بیان قربانی تقدیم بکنن اگه میخواید خودتون برید ولی بچه ها بمونن و مشرب اینجا قبول نمیکنن و مشربین و دستانشون ها بلند میکنن و آسمان پر از ملخ سیاه میشه و طبق توضیح میدراش هفت نو ملخ به مصری ها حمله کردن خب خیلی از مصری ها تو اون موقع اومدن اون ملخ ها را جمع کردن شور گذاشتن و گفتن بعد, از بعد بعد می آیم از اونا استفاده میکنیم آخه مصری ها ملخ ها را میخوردن اومدن تمام اونا رو شور گذاشتن که سالم بمونه که بعد از اینکه ضربه قطع شد بیان از ملخها استفاده بکنن ولی بعد از پایان ضربه که مشربنو تفیلا خوندن که ضربه قطع بشه معجزه‌وار حتی یکی از اون ملخها که مصری شور گذاشته بودن نمیمونه و هیچ محصولی از جمله گندما و جو که باقی مونده بود به خاطر باقی نموند و ملخها تمام اونا رو از بین بردن و گفتیم یکی از دلایلی که این ضربه بر مصری ها وارد شد به خاطر اینکه اربه ملخ از لفظ زیاد شدن میاد که به این شکل مصری ها اومدن مخاف... مخالفت, کردن که ت... تعداد اسرائیل ها زیاد بشه و گفتن پن به ولی حقادش بارخو گفت کن گیربه این گونه زیاد بشن خب ضربت نهم ضربت نهم ضربت تاریکی بود و خب دلیلش بعضی اینجوری توضیح میدن به خاطر اینکه اسرائیل ها می اومدن فرزندانشون ها می بردن در جاهای تاریک پنهان می کردن تا توسط مصری ها کشته نشن اون موقعی که پر او حکم بریده بود که تمام پسرها را بیان و بکشن می اومدن اونها را پنهان می کردن و به خاطر این ضربت تاریکی بر مصری ها وارد شد خب این ضربه به حدی شدید بود که حتی در ساعت نه صبح که خورشید در آسمون بود فورا همه جا را تاریکی فرا گرفت به شکلی که حتی میتونستند بیان و اونا لمسش بکنن و در میدراش میگه اگه کسی نشسته بود از شدت تاریکی از شدت سنگینی تاریکی دیگه نمیتونست بلند و بیسته و همینطور اگه کسی ایستاده بود نمیتونست بشینه و هیچ منبع نوری نمیتونست این تاریکی ها از بین ببره که این موجزهی بوده که واضح بوده که این از طرف خدا بر ها وارد شده خب در میدراش اونجایی که در تورا میگه و خموشیم آلو بن اسرائیل یعنی طبق توضیح سادش یعنی اسرائیل مسلح از مصر بیرون اومدن بعضی ها به این شکل توضیح میدن یعنی اومدن با خودشون چوب و اینا آوردن به خاطر اون موقعی که خدا به اونها دستور میده که بیان به تامین سیار یا همون میشکان رو بسازن طبق یه توضیح و خموشیم به این معنیه طبق یه توضیح که اسرائیل در تور میگه و خموشیم آلوبن بن اسرائیل یعنی اومدن آلات موسیقی همراه خودشون آوردن آلات موسیقی آوردن و مطمئن بودن که حقادش بارو برای اونها معجزه انجام میده و میبینیم وقتی که مصری ها قرق میشن و میان بنو همراه جماعت آزیاشیر میخونن و همینطور میریام هنویا خواهر بنو و تیقخ میریام حتف بیادو اون آلات موسیقی ها میریام هم در دست میگیره همراه زنان اسرائیل شیرا به درگاه هشه میخونن این از همین کلمه است و خموشیم آلو اسرائیل یعنی این آلات موسیقی ها با خودشون از مصر بیرون آوردن که مطمئن بودن حقا خوب برای اونها موجزه انجام میده یه توضیح دیگه یه و خموشیم آلو اسرائیل اینه که اسرائیل وسایل جنگی با خودشون آوردن که بعد از چهر یک سال که میخوان وارد سرزمین مقدس بشن بتونن با دشمنانشون بجنگن و توضیح دیگه ای که در میدراش در این پاسخ میگه و خموشیم آلوبن اسرائیل و مجهز اسرائیل ها بیرون اومدن یه توضیح دیگه میتونیم بگیم و خموشیم میشه یک پنجم یا طبق بعضی توضیحات چهار پنجم که در ضروت تاریکی یه نظریه وجود داره که یک پنجم اسرائیل از بین رفتن از دنیا رفتن و نجات پیدا نکردن و یه نظر دیگه عقیده داره که چهار پنجم از تعداد اسرائیلی‌ها که تو مصر بودن در ضروت تاریکی از دنیا رفتن و از مصر بیرون نیمدن به خاطر اینکه به نجات عقودش بارخو ایمان نداشتن یعنی خیلی تعداد خیلی عظیمی متاسفانه از دنیا رفتن خب چرا تو ضروت تاریکی اتفاق افتاد برای اسرائیلی‌ها به خاطر اینکه مصری مصریان نبینند و خوشی بکنند بیا همراه ما که ضربه دیدیم اسرائیل هم ضربه دیدن بنابراین در ضربت تاریکی میاد و این اتفاق متاسفانه برای بین اسرائیل میفته که طبق توضیحات یک پنجم و طبق بعضی توضیحات دیگه چهار پنجم از جماعت اسرائیل از دنیا میرن خب تو این ضربت تاریکی اسرائیل موفق میشن که برن خونه های مصری ها را بگردن برای اسرائیل نور بوده مجزوار هر جا میرفتن نور بوده برای اونها ولی برای مصری ها تاریکی بوده و میرن به بنی اسرائیل تمام خونه های مصری ها را می گردن و جواهراتشون ها پیدا میکنن کجاست و اینا نشون میکنن که <تصفح> <تصفح> وقتی از مصر می بیام بیان بیرون بیان از مصری ها اون ترا و جواهراتشون را بگیرن و اگه مصری میگفته که نه من تلایی ندارم جواهری ندارم می دقیق آدرسش را به اون میگفتن که فلانجا تو اون کمد این طلا و جواهرات را پنهان کردی و اون مصریه مجبور میشد که بیاد و اونها را تحویل اسرائیل بده که گفتیم وقتی اسرائیل از مصر بیرون میان تمام جواهرات و طلاهای مصر را با خودشون بیرون میارن به غیر از پای تخت مصر طبقه یه نظر طبقه نظر پا ت... پای تخت مصر را اونجا طلا و جواهراتش را بیرون نمیارن تا اون موقعی که پر او دستور میده که برن دنبال اسرائیل و تو دریای سرخ مصری ها میشن اون موقع این طلا و جواهرات ها با خودشون مصری ها میبرن و اون موقع اسرائیل میان و اونا را هم صاحب میشن یا بعضی به این شکل توضیح میدن که اون طلا و جواهرات که تو خزانه پر بوده اونها را اسرائیل با خودشون نمیبرن و وقتی پر میخواد تشویق بکنه سربازاش که برن به دنبال اسرائیل و تو دریای سرخ غرق میشن اومد و این طلا و جواهراتش رو به سربازاش داد و اینا اومدن اون طلا و جواهرات ها همراه خودشون آوردن تزیین کردن اون اسب و مرکبشون ها و رفتن به دنبال اسرائیل ها که اینجا طبق بعضی توضیحات اون ثروتی که اسرائیل ها در کنار دریای سرخ به دست آوردن بیشتر از اون ثروتی بود که از مصر با خودشون بیرون آوردن خب بریم ادامه بحث خودمون پس بنی اسرائیل رفتن نشون کردن تمام طلا و جواهرات مصریا را که بعد از اینکه نجات پیدا کردن برن و اونها را بردارن استثناا این ضربه شش روز طول کشید همه ضربات که بر مصریا وارد میشد طبق یه نظر هفت روز بوده که گفتیم سه هفته اختار بیست و یک روز اختار بوده و یک هفته هفت روز اون ضربه بر مصری ها وارد میشده بعضی هم برعکسش ها میگن یعنی یک هفته اختار بوده و بقیه هفته ها ضربه بوده حالا در هر صورت طبق اون نظری که هفت روز ضربات بوده ضربه تاریکی 6 روز اتفاق میافته. که حالا به امید خدا جلوتر توضیح میدیم که اون یک روز این تاریکی کجا برای مصری ها جبران میشه و این ضربه تاریکی ها اونجا میبینن خب پر او به مشرف بنو میگه بیا تفیلا بخون که این بلا رفت بشه من همه شما رو آزاد میکنم ولی خب بعد از اینکه این, این ضربه قطع میشه پر او مخالفت میکنه از اینکه گله و رمه و ثروت با خودشون بیرون ببرن میگه آقا من شما رو آزاد میکنم ولی به شرط اینکه نفری فقط یه گوسفند با خودتون ببرید مگه نمیخواد قربانی سرده میکنید اما یه دونه گوسفند برای شما کافیه ولی مشرب بنو راضی نمیشن و میگن نه با تمام دارایی ها تمام گله تمام ثروت که تو مصره ما میخوایم از مصر بیرون بریم اینجا پر او عصبانی میشه و به مشربنو میگه دیگه حق نداری که پاتا توی قصر من بذاری و اگه دیگه دیدم تو اومدی جلو من میام و خصفشانم تو را میکشم در این صورت نو به پرون میگن دقیقا همین چیزی هست که میگی من دیگه اینجا پا ما نمیذارم و خودت همراه با وزیرانت به دنبال من میان که این ضربه آخر را بخواید بیاید و اونا رفعش بکنید که اینجا مشرا به نبوت میارن که کخطسی حلیلا مثل نیمه شب خدا میاد و به ضربه به اول زاد مصری ها ضربه میبینه ضربه میزنه خب اینجا اگه دقت بکنیم خدا وقتی به مشرب میگه که برو به مصری ها بگو که در نیمه شب به اول, زاد... اول زاد اونها ضربه میزنم خدا میگه بخسی حلیلا بخسی یعنی در نیمه شب ولی که این مشرب وقتی که به پرعوی صحبت ها میکنن مشرب میگن کخسی حلیلا یعنی مثل نیمه شب خب چرا اینجا مشرب بنو میان و تغییر میدن به جای که بگن بخطی میگن کخطی مثل نیمه شب نمیگن در نیمه شب چرا به خاطر اینکه تنها کسی که دقیق این زمانا میدونسته که چه موقع نیمه شب میشه فقط خود خوبه حقا بار خوبه که دقیقا لحظه ای که نیمه شب واردش میشیم اون لحظه را خدا میدونه ولی مصری ها ممکن بوده اشتباه بکنن و ندونن چه موقع اون نیمه شبه بنابراین مشربین اومدن گفتن که خطی مثل نیمه شب که اگه مثلی هم اشتباه نیمه شب حساب کردن فرض کنید مثلا ساعت دوازده نیمه شب بوده مثلی اگه اشتباه حساب میکردن مثلا دوازده و روب حساب میکردن نیمه شبه و اون موقع ضربه می اومد این باعث می شد که قیدوش هشم اتفاق نیفته و مصری ها فکر کنن که این از طرف خدا نبوده بنابراین مشربنو میگن که خطی حالا که حتی اگه مصری ها هم اون نیمه شبا اشتباه حساب کردن بدونن که این از طرف حشمه و واقعا در نیمه شب این ضربه بر مصری ها وارد میشه خب وقتی که ضربه اول زاد بر مصری ها وارد میشه خب قبل از اینکه که ضربه خب مشربنو اختار میدن که ضربه اول زاد بین خونه های مصری ها اتفاق میفته حتی اولزاد زاد پر او که بر تخت پادشاهی نشسته چه اول زاد کنیزا و چه سایر اول زادها و حتی اولزاد حیوانات مصری ها هم به این شکل آسیب بینن و از دنیا میرن و هم میان مشربنو قصر پر او را ترک میکنن خب ضربه دهم هم که همون اول زادها زاد بود که بر مصری ها وارد میشد قبلش هنوز اسرائیل ذخوت کافی نداشتن که از مصر نجات پیدا بکنن خب میدونید اسرائیل تو اون موقع 49 درجه تومایی وارد شده بودن و فقط مونده بود پنجه همین درجه که اگه اسرائیل وارد پنجه همین درجه تومایی میشدن که اون بی ایمانی بوده دیگه هیچ موقع از مصر نجات پیدا نمیکردن خب بنابراین الان احتیاج به زخوت داشتن زخوت احتیاج داشتن که بتونن از مصر نجات پیدا بکنن خب خیلی تو میدرش زخوت های مختلف برای اسرائیل میشماره مثلا اسرائیل با وجود که تو گالوت بودن و سختی میکشیدن هیچ موقع زبونشون رو تغییر ندادن همیشه ابری با هم دیگه صحبت میکردن یا اسرائیل هیچ موقع اسمشون رو تغییر ندادن اسم یهودی بر خودشون میذاشتن اسم اسرائیلی رو خودشون میذاشتن نمیدن اسم مصری بر خودشون بذارن و همینطور همی, چو... همی اسرائیل لباسشون رو تغییر ندادن که خب قدیم لباس مخصوصی بوده که اسرائیل میپوشیدن و اینا نیمدن لباسشون رو عوض بکنن که در میدراش میگه به این سز خود اسرائیل موفق شدن که از مصر بیرون بیان خب خی... از این نکته یاد میگیریم وقتی آدم میخواد اسمی یا برای فرزندش انتخاب بکنه حتما مهمه که یه اسمی باشه که اولا ترجیحا ابری باشه و همینطور منبع داشته باشه در تنخ در تورا نوییم که و این خیلی مهمه و یکی از فاکتورایی که میتونه تو آینده فرزند تاثیر مثبت بذاره اسمایی که من در ولی ابریه اینا توصیه نمیشه جالب نیست بیشتر اسمایی خوبه که گذاشته بشه که حتما تو تورا نوییم که منبع داشته باشه و بزرگان ما اجداد ما اونا رو با نبوت گذاشتن این اسمایی که من در حتی, هم، حتی اگه باشه زیاد توصیه نمیشه و جالب نیست خب نمیگیم خب اگه کسی گذاشته خب مطمئنا نبوتی بوده که نبوت کوچیکی بوده که پدر و مادر بهشون رسیده که اومدن گذاشتن ولی به صورت کلی همیشه سعی بکنیم اسمی که انتخاب میکنیم حتما در تورا و نویم و کتوبیم منبع داشته باشه و این یکی از فاکتورایی میتونه باشه که تاثیر مثبت در آینده اون فرزند داشته باشه خب اسرائیل ها دوباره زخوت بودن که از مصر نجات پیدا بکنن دو تا میسوا اینجا حقادش بارخو دستور میده که ملت اسرائیل انجام بدن یکی میسوا یه قربان پسخ که باید یا ها میگرفتن گوسفند نر حتما چرا به خاطر اینکه مصری میومدن گوسفندها را میپرستیدن و اونا به عنوان بت خودشون قدرت خودشون میدونستن و اینجا خدا دستور میده که گوسفند نر که یک ساله هست اونا بیان و به این شکل بیارن سرش را ببرن شخیتاش بکنن کباب بکنن و به این شکل نشون بدن که ایمان دارن به گفتار هشم و مصری ها هم نمیتونن نسبت به اونا کاری ها انجام بدن خب پس اولین میسوا قربان پسخ بوده که بیان و اون قربان پسخ ها شخیط بکنن خونش در خونه هاشون بزنن به این نشونه که قربان پسخ رو انجام دادن که وقتی ضربه اول زادها بر مسیا وارد میشه کب یا خال حقادش برخو از اون خونه جهش بکنه پسخ پسخ یکی از معنیاش اینه که یعنی از یه خونه به خونه دیگه به این شکل جهش بکنه و اون خونه آسیب نبینه این یکی از دستوراتی بوده که خدا به ملت اسرائیل دستور میده که انجام بدن اینا تو پرانتز میگیم این قانون فقط مال دوره مصر بوده امروزه خون مالیدن به در خونه مثلا خونه جدید که میخریم خون بزنیم به در خونه یا مثلا ماشین نو موتور نو یا هر چیز نوی که میخریم خونشا بزنیم این در عودازارا میگه این جالب نیست و به هم کاری بوده که عوده عوضازاره انجام میدادن یا بعضی ها رست دارن وقتی مثلا مرگی یا چیزی ها شخیطا میکنن خونش ها رو پیشونیشون میمالن روی دستشون میمالن اینا جالب نیست اینا کارایی که امتهای دیگه انجام میدادن و افراد اسرائیل ممنوعه که اینا را انجام بدن استثناء بوده تو دوره مصر که خدای اون موقع این دستور میده که فقط تو اون موقعیتی که هستن بیان و این کارو انجام بدن که اون خونه قربان پسخا بر در هاشون چارشو به در هاشون قرار بدن. خب دومین هم که خدا دستور میده که بیان و اسرائیل انجام بدن، های می بیت میلا بوده. میدونید اسرائیل‌ها وقتی تو مصر بودن میثوای بیت میلا رو انجام ندادن به خاطر اون سختی کاری که بر اونها بود. و ممکن بود سکانت نفاشوت برای اونها پیش بیاد اگه می و میدا میکردن بنابراین میدا در مصر انجام ندادن و اینجا خدا دستور میده به مشرب بنو که بیان به اسرائیل میسوای میلا رو انجام بدن و تموم مردهای اسرائیل میان میسوای میلا رو انجام میدن حتی کسایی که میترسیدن که بیان این میسوا رو انجام بدن وقتی اون کباب قربان پسخ کباب می شده مجزوار بوی گن ادن داخل اون کباب قاطی می شده و اونجا ذکر می کردن که هر کسی که آرله هر کسی که میسوای میدار انجام نداده اجازه نداره که از این گوشت استفاده بکنه و از بس بوی خوبی می داده همه تشویق می شدن که بیان میسوای بریت میدار انجام بدن و اون موقع مشربنو میلا می کردن هرون ها پریا و این هشوه مسیسا را به این شکل انجام میداده که سه تا مرحله که برای میسوای بریت میدار به این شکل انجام میشده